گیلاسیا سلام، این دفعه فیلم خفن دیگه براتون آوردم که خودم خیلی دوستش دارم. قسمت دوم فیلم اره در ادامه داستان قبلی است که ویدیوشو گذاشتم، اگه ندیدید میتونید اینجا کلیک کنید تا اطلاعاتتون کامل باشه و فیلم دومو درست متوجه بشید. حواستون به صحنه‌های خشن و اسپویل کامل فیلم هم باشه و یادتون نره توی کانال سابسکرایب کنید چون براتون ارزشی نداره ولی آینده کانال منو تضمین میکنه. فیلم اره دو با نمایش یکی از طلایی وحشتناک جیکسا شروع میشه. مردی به اسم مایکل روی صندلی به هوش میاره و دستگاه به گردنش وصله که با تمام شدن تایمر میخای زیادی به تمام صورتش فرو میره و درجا میکشه. فیلم جیکسا توی اتاق پخش میشه که مایکل میفهمه کلیدی پشت چشم راستش جاسازی شده. اون یه دقیقه وقت داره تا با استفاده از تیغ جراحی چشم خودش رو جر بده تا این کلیدو در بیاره و خودش رو آزاد کنه. مایکل موفق به این کار نمیشه و در نتیجه میمیره. سکانس بعد کاراگاهی به نام اریک ماتیوس رو میبینیم که به پاسگاه پلیس میره تا به سر خودش دنیل که به جرم دزدی دستگیر شده رو آزاد بکنه. دنیل به پدرش علاقه زیادی نداره و یه پسر سرکشه که همیشه داره مشکل ایجاد میکنه. پدر و مادرش از هم جدا شدن و اون دوست داره بیشتر پیش مادرش باشه. بعد از بحث و دعوایی که بین اریک و پسرش شکل میگیره، سری خودش به صحنه جرم جدیدی که گزارش داده شده میرسونه، یعنی همون جایی که مایکل کشته شد. اینجا با همکارش کارگاه الیسون کری هم دیدار میکنه و صحنه رو نگاه میکنن. اریک با بررسی ساده تیکه پازل کنده شده از پوست قربانی رو میبینه و متوجه میشه این هم یکی دیگه از قتلای پرونده جیکسا. این بار با این تفاوت که روی سقف اتاق نوشته شده کارگاه ماتیوس دقیق تر نگاه کن، یعنی این قاتل سریالی اونقدر خفنه که حتی میدونه چه کسی قرار جنازه رو پیدا بکنه. اریک بعد از بررسی صحنه به خونه میره و توی خواب نقطه از صحنه قتل به یاد میاره که بهش توجه نکرده بود. روی دستگاهی که به سر مایکل وصل شده علامت یک کارخونه ساخت آهن هست به نام ویلسون استیل. سری از خواب میپره و به همراه نیروهای پلیس و کارگاه دیگه یعنی کارگاه کری به این کارخونه میرن. سری همه آماده میشن و اول نیروهای ویژه به کارخونه وارد میشن. با شکوندن زنجیر وصل شده به در وارد راپله میشن که یه دفعه در کمال تعجب عروسک معروف جیکسا سمتشون میاد، صدای خنده وحشتناکش پخش میشه. ناگهان در پشت سرشون هم با یه اهرام مکانیکی قفل میشه و راه فراری براشون نمیمونه. یکی از نیروهای ویژه پاش به سیم نامری گیر میکنه و از پله زیر پاش تیغ بزرگی بیرون میاد و ساق پاش به صورت برعکس بشکنه. بقیه نیروها میترسن و سعی میکنن فرار کنن، اما برخورد به دیوارهای آهنی راه رو جریان برق شدیدی فعال میشه و اکثرشون درجا کشته یا بیهوش میشن. بقیه افراد با شنیدن این سر و صدا سریع داخل میان و با غیر فعال کردن تله جیکسا به طبقه بالا و داخل کارخونه میرن، جایی که در کمال تعجب قاتل اصلی یعنی جان کریمر منتظرشون نشسته. پلیسا با اقتارهای متعدد عادت میکنن دست بزن رو سرتو دراز بکش، اما جان به خاطر وصل بودن به سرم و کلی تجهیزات پزشکی نمیتونه این کارو انجام بده. وسط این همه تهدید و تنش، جیکسا یا همون جان کریمر به کارگاه ماتیوس میگه برو به اتاق کناری. اون به همراه همکارش الیسون به اتاق دیگه میرن و چندی مانیتور مختلف میبینن که دوربین مخفیای داخل یه خونه رو به نمایش گذاشتن. خونه ای که توش بازی دیگه از جیکسا به جریان افتاده و چندی آدم مختلف توی اتاق زندانی شدن. نکته اینجاست که میون قربانیای این بازی پسر کارگاه ماتیوس یعنی دنیل هم وجود داره. اریک با عصبانی از سمت جیکسا میدوه تا بفهمه این چه بازیه راه انداخته و بقیه همکاراش جلوشو میگیرن تا صدمه این به قاتل نرسونه. جیکسا بهش میگه پسر دنیل باید تا 2 ساعت دیگه نجات پیدا کنه وگرنه گاز سمی که تو تنش پخش شده اونو میکشه. اریک با عصبانیت میپرسه دنیل کجا، تو جیکسا جواب میده توی جای امنه. به این جواب جیکسا خیلی دقت کنید. سکانس بعدی وارد اتاق میشیم که قربانی گیر افتادن، افرادی که فارغ از جنسیت، نژاد یا هیچ شباهت دیگه سرگردون رو نمیدونن چرا اینجا گیر کردن. یکی از قربانی ها هنوز میگوشه که وقتی چشم باز میکنه متوجه میشیم آماندا یانگ، کسی که 2 قسمت قبل دیدین تنها بازمونده طله های جیسا بود که تونست خودش از دست این قاتل نجات بده. این دختر با ترس و وحشت فریاد میزنه و نمیفهمه چرا دوباره این بلا داره سرش میاد. فقط به همه میگه ما رو جیکسا اینجا گیر انداخته، چون دقیقاً دفعه قبل که قربانی شدم همینطوری به گوش اومدم. سری شروع به گشتن اطراف میکنه چون میدونه اگه کار جیکسا یعنی یه سرنخی باید پیدا بشه. با دیدن آجرهای قسمتی از دیوار موفق میشه ضبط صوتی پیدا کنه و سری صدا رو پخش میکنه. صدای جیکسا میاد که بهشون میگه 2 ساعت وقت دارید تا پازهرایی برای سمی که توی تنتون وارد شده رو پیدا کنید وگرنه میمیرید. در آخر پیام هم طبق معمول جمله عجیبی میگه که خیلی مهمه. جیکسا قبل از پایان پیام میگه حواستون باشه اعداد پشت مغزتون وجود دارن، ترتیبشون هم مثل رنگین کمونه. همینطوری هم میگه که همه شما یه جوری به هم دیگه ارتباط دارید و بالاخره این ارتباط رو میفهمید. قبل از ادامه فیلم بهتر همه افراد داخل اتاقو بشناسیم. اگزیویر که یه هیکل گنده داره، گاس، ادیسون که یه دختر مهربونه، لورا، آبی که یه هودی سیاه داره و آدم مرموزیه، جوناس، آماندا یانگ و دنیل هم که قبلا باهاشون آشنا شدیم. یه کلید و کاغذ هم کنار نوار صوت هست که روی کاغذ نوشته شده از این کلید استفاده نکنید. یکی از قربانی‌ها یعنی اگزیویر که گفتم هیکل گولاخی هم داره میگه باید از کلید استفاده کنیم. آماندا بهشون میگه باید به حرف جیکسا گوش کنیم وگرنه عواقب بدی داره. اما گاس همراه با اگزیویر میشه و میگه باید کلید روی در تست کنیم. میرن جلوی در، گاس کلید رو توی قفل میکنه، همزمان با چرخوندن کلید اون سمت در میبینه که تفنگی بهش وصل شده، به
محض چرخوندن کلید گلولهی توی مغز گاز شلیک بشه و اونو در جا میکشه. بعد از وحشت همه قربانی ها دونه دونه سمت آماندا میان و باهاش دعوا میکنن، چون معتقدن آماندا بخشی از این بازیه که بهشون گفته کلید روی در تست نکنن. اما جوناس از اون دفاع میکنه و آماندا هم توضیح میده من اعتیاد داشتم، امید به زندگیم خیلی کم بود. بعد از بازی اولی که قربانی جیکسا شدم کمی زندگیم سامون گرفت، ولی یه مدت پیش باز ناامید شدم و چند باری سعی کردم با تیغ خودکشی کنم. برای همینه که الان اینجا برمیگردیم به اتاق کنترل، جایی که جیکسا به کارگاه ماتیوس میگه اگه همه رو از اینجا بیرون کنی حاضرم باهات رو در رو صحبت کنم تا پسرتو نجات بدیم. اول اریک مردد اما در آخر پیشنهاد اونو قبول میکنه، لوازمشو بیرون اتاق میذاره و بقیه هم ازشون فاصله میگیرن. کارگاه قصر تا زمان رسیدن تیم سایبری پلیس که قصد پیدا کردن رد دوربینا رو دارن با جیکسا حرف بزنه، بلکه ازش حرفی بیرون بکشه. برمیگردیم به اتاق بازی، جایی که بعد از یه مدت کوتاهی در باز میشه و همه با نگرانی ازش وارد راهروی دیگه میشن. اونجا دری وجود داره که روش نوشته خروج، اما به هیچ وجه باز نمیشه و در آخر هم با شیبوندنش میفهمن اون ورش چی وجود نداره. برمیگردیم به اتاق کنترل و اریک به پیش جیکسا میره تا باهاش صحبت کنه. یواشکی بیسیمش کنار پاش میذاره تا همکارش کاراگاه کری صداشو بشنوه. جیکسا شروع به زدن حرفای نامربوط میکنه، حرفایی که بیشتر فلسفی و راجع به زندگی آدمانه از اریک میخواد برای شلیوان آب بیاره. توی بازی ادیسون موفق میشه در مخفی پیدا کنه که به زیرزمین میرسه. تو زیرزمین عروسک مانکن وجود داره که روش اسم بازیکن مرموزمون یعنی آبی نوشته شده. کنارش هم ضبط صوتی که نواری برای این بازیکن توشه. تو نوار گفته میشه که آبی میتونه دو تا پادزه براتون بیاره و برای پیدا کردنشون باید وارد وسیله‌ای که جلوتونه بشه. این دو تا پادزه هدیه برای آبی، چون به من کمک کرد بقیه‌تون رو بدوزم. همین لحظه لورا شب قبل از دزدیده شدن یادش میاد. توی ماشین نشسته و مردی که از پشت اونو میدزده همون آبیه. توی بازی دوباره تنش ایجاد میشه و اگزیویر آبی رو تهدید میکنه که اگه پادزهرا رو نیاره میکشتش. اون هیچ توضیحی راجع به کاری که کرده نمیده و وارد دستگاه میشه. اولین پادزهر رو برمی‌داره، اما موقع برداشتن دومی گرفته در دستگاه بسته میشه و از زیرش آتش بیرون میاد. آتش بیشتر و بیشتر میشه در حالی که بقیه سعی میکنن با شکوندن شیشه اون رو نجات بدن، اما در آخر آبی زنده میسوزه و تا پادزهر هم همونجا از بین میرن. کافی بود خودخواهی نمیکرد و پادزهر اول رو بقیه میداد تا حداقل قبل از مردنشون یه نفر رو نجات بده. دوباره پیش جان کریمر و کارگاه ماتیوس برمیگردیم. اریک از حرفای فلسفی جان خسته میشه و میخواد زودتر پسرش رو نجات بده، اما جان بهش میگه باید صبر داشته باشی و گوش کنی. جان جمله خفنی رو به زبان میاره، وقتی آدما بدونن دقیقاً کی قراره بمیرن همه زندگیشون تغییر میکنه. جان کریمر هم این جمله رو خوب درک میکنه، چون وقتی بهش گفتم به خاطر سرطان قراره بمیره همه زندگیش عوض شده. فلش بک به گذشته میزنیم. جان کریمر بعد از اینکه میفهمه سرطان داره با ماشین سرعت زیادی میگیره بلکه خودشو بکشه، اما بعد از تصادف زنده ایمونو میفهمه اون قراره از سرطان بمیره، پس باید هر کاری میتونه بکنه تا زنده است. این یعنی شروع بازیای جیکسا، چیزی که جان کریمر معتقد وظیفه‌اش توی این دنیا انجام بده. به بازی برمیگردیم. دنیل و آماندا دارن صحبت میکنن. آماندا تعریف میکنه که قبلا به خاطر حمل مواد مخدر دستگیر شده و توی زندان شروع به مصرف زیاد مواد و درنگ اعتیاد شدیدش کرده. آماندا معتقد توسط پلیس براش پاپوش درست شده و اگه با نامردی دستگیر نمیشد هیچ وقت تو دام مواد نمیافتاد. دنیل با شنیدن این حرف میترسه و جلوی حرف زدنشو میگیره تا بقیه نفهمن که بابای خودش پلیسه. جوناس توی خونه در دیگه پیدا میکنه و اگزیویر با زور واردش میشه. اینجا نواری برای اگزیویر وجود داره که توش گفته میشه 4 دقیقه وقت داری کلیدی رو پیدا کنی. با این کلید میتونی پازهر خودتو برداری و بری. وقتی میفهمه کلید توی چاله پر از سرنگ آلوده است کلی وحشت میکنه و هیچ جوره نمیتونه بره توی چاله تا کلیدو پیدا کنه. اما این جلوشو نمیگیره و از اونجایی که خیلی آدم عوضیه به آماندا میگه تو قبلا اعتیاد داشتی به سوزن عادت داری. بعد اونو به زور توی چاله پر از سرنگ میندازه تا کلیدو براش بیاره. اینجا یکی از زجرآورترین صحنه های سینما رو میبینیم که آماندا بین سرنگ و دست و پا میزنه و بالاخره موفق میشه کلیدو پیدا کنه. اما اگزیویر هول میشه و قبل از اینکه کلیدو وارد گاوصندوق کنه تا پادزهرش برداره زمان پایان میرسه و برای همیشه در قفل میشه. دنیل و ادیسون آماندا رو بیرون میکشن و سعی میکنن سرنگا رو از تنش بیرون بیارن. بقیه هم مشغول به حرف زدن میشن تا بفهمن به گفته جیکسا چجوری به هم ارتباط پیدا میکنن. بعد از صحبت متوجه میشن همشون یه بار به زندان رفتن غیر از دنیل. برمیگردیم به اتاق کنترل، تنها 30 دقیقه پایان وقت مونده و هنوز تیم سایبری پلیس نرسیده تا دوربینا رو پیدا کنن. کارگاه ماتیوس میگه اگه شروع به نابود کردن نقشه ها دارایی های جیکسا بکنیم به حرف میاد و سعی میکنه این کارو انجام بده، اما جان کریمر خیلی ریلکس نگاهش میکنه. بالاخره به حرف میاد و میگه زن و بچه تو ازت متنفرن، تو شخصیت بد داری و سعی میکنه همه چیز با زرنگ بازی جلو ببری. همکار کارگاه ماتیوس یعنی الیسون کری تعدادی پوشی از اونجا پیدا میکنه و برای اریک میاره. اون با بررسیش متوجه پرونده تک بازیکن ها میشه که همشون به دست خودش به زندان افتادن. کارگاه ماتیوس برای همه این بازیکن ها یه روز پاپوش دوخته و سعی کرده با گزارش های نادرست هاجاگذاری مواد مخدر تو جیبشون اونا رو به زندان بندازه. حالا پسرش پیش اونا گیر افتاده و اگه ارتباطشون رو بفهمن قطعا ممکنه پسرش رو بکشن. توی بازی اگزیویر میبینه که به اتاق اول برمیگرده، میره سراغ جنازه گاس که اول بازی کشته شد. با دیدن پشت گردنش میبینه عدد 2 به رنگ قرمز نوشته رو یاد همون جمله که جیکسا بهشون گفته بود میفته. منظور جیکسا این بود که پشت گردن هر کدوم از 7 نفر یه عدد به یکی از رنگ‌های رنگی کمون وجود داره که ترکیبشون برای گاف صندوق بزرگ توی اتاق اصلی لازمه. همون لحظه جوناس که به خاطر گاز توی بدنش حالا داغونی داره وارد میشه. اگزیویر چاقوشو درمیاره و بهش میگه بچرخ، اما جوناس مقاومت میکنه و دوایی بهش شکل میگیره. جوناس موفق میشه اگزیویر رو به زمین بندازه، اما به خاطر اثر گاز شروع به سرفه میکنه و همین کافیه تا اگزیویر با چوبی که توی اتاق بکشتش.
برم عدد پشت سرش رو حفظ میکنه و سراغ بقیه میره. بقیه بچه کنار همون روی تابلوی علامت ایکس کشته شده. ادیسون پشت تابلو رو میبینه که عکسی از دنیل با پدرش کارگاه ماتیوس چسبیده. همون لحظه ادیسون میگه پدرت با پاپوش درست کردن منو الکی انداخت زندان. لورا یکی دیگه از بازیکنان به خاطر وجود گاز زیاد توی تنش تشنج میکنه و توی بغل آماندا میمیره و ادیسون هم میگه من نمیتونم بهش گفتم میتونه اعتماد کنه به اتاق دیگه میره. آماندا میفهمه اگزیویر وحش رو میخواد همشون رو بکشه با گرفتن دست دنیل و تای فرار میکنن. به اتاق کنترل میایم. زمان اریک داره تمام میشه و بی توجه به حرف جیسا که بارها بهش گفت باید صبر داشته باشی تصمیم به کتک زدن و شکنجه جان کرمر میکنه بلکه ازش حرفی بیرون بکشه، اما اون بازم به هیچی اعتراف نمیکنه. توی بازی ادیسون به اتاق دیگه میرسه. اینجا نامه برای خودش هست که پاد زهرش رو بتونه برداره. این دختر که به خاطر اثر گاز هیچ عقلی تو سرش نمونده دستش توی جعبه بالای سرش میکنه، جعبه که با تیغهای مثلث شکلی به بالاش راه داره و همونطور که انتظار میره قبل از برداشتن پاد زهر دستشون تو گیر میفته. این دخترم که احمق تر از این حرفا دست دیگه‌ش هم توی سوراخ دیگه جعبه میکنه، در نتیجه همونجا گیر میفته و پاد زهر هم توی جعبه خالی میشه. همون لحظه اگزیویر بهش میرسه. ادیسون التماس میکنه که نجات هم بده، اما اون مرد عوضی فقط عدد پشت گردن اونو میبینه و میره بیرون. آماندا و دنیل هم همچنان دست اگزیویر دارن فرار میکنن. به اتاق اول میرسن. تو اتاق کنترل الیک همچنان داره جیکسا رو کتک میزنه و با گذاشتن تفنگ توی دهنش اونو تهدید میکنه. جیکسا به حرف میاد و میگه گیم اوور، میبرنت به همون خونه، کافیه دکمه که اونجاست فشار بدی. الیک هم که خیلی نگرانه پسرش بدون خبر دادن به همکاراش دکمه رو فشار میده و یه دفعه اتاقی که این دو نفر توشن از بقیه جدا میشه و مثل آسانسور میره پایین. همین لحظه تیم سایبری پلیس بالاخره موفق میشه رد دومینا رو بزنه، نیروهای ویژه به سمت مقصد حرکت میکنن. این در حالیه که جیکسا و کارگاه ماتیوس هم سوار ماشین میشن و با هم راه میافتن. توی بازی اگزیویر سعی میکنه وارد اتاق آماندا و دنیلش، اما قبل از ورودش اونها موفق میشن در مخفی رو روی زمین پیدا کنن و سری واردش شن. کارگاه ماتیوس بالاخره مقصد میرسه و جیکسا بهش میگه این همون خونه است. توی بازی اگزیویر هم بالاخره وارد اتاق اول میشه و راه مخفی که آماندا و دنیل رفتن رو پیدا میکنه و از راهروی به زیر خونه میره. نیروهای ویژه هم همین لحظه با آدرس دوربینا میرسن و با شکوندن در وارد میشن. به روایتی همزمان هر سه تا گروه به ورودی خونه رسیدن. درسته، آماندا و دنیل انتهای راه رو به یه سرداب میرسن، همون سردابی که توی نسخه اول فیلم میدیدیم. جنازه آدام، زب و پای قطره دکتر لورنس هم توی این سردابن. اگزیویر هم به سرداب میرسه و میگه بچرخید تا پشت گردنت رو ببینم، که آماندا بهش میگه دنیل به خاطر گاز مرده. تازه هنوز پشت گردن خودت هم ندیدی و من میتونم بهت بگم چه عددیه. اما اگزیویر که خرتر از این حرفاست با چاقویی که توی دستش پوست پشت گردن خودش رو میبره تا با آماندا بگه بهش نیازی نداره. وقتی میره سمت آماندا تا اونو بکشه میفهمیم دنیل زنده است و ادای مردن در میآورده. سری بلند میشه با یه ضربه چاقو رگ گردن اگزیویر رو میزنه. به اتاق کنترل برمیگردیم. با اینکه همه اتفاقا داره میفته، کارگاه کری هنوز هیچ کدوم از پلیسا رو توی دوربینا نمیبینه. نیروهای ویژه توی خونه به اتاقی میرسن که مثل اتاق کنترل پر مانیتوره. اینجا متوجه میشن تمام تصویری که تا الان از اونجا میدیدن از قبل ضبط شده بود و این بازی کلا مدت‌ها پیش اتفاق افتاده. آدرس که پلیسا تونستن پیدا کنن کلا یه خونه دیگه است و فقط همین مانیتوره برای سرگرم کردنش اونجا قرار گرفته. اما کارگاه ماتیوس با جان کرمر به خونه اصلی رسیدن. اریک به همون سرداب میرسه و جنازه ایزیویر رو میبینه که معلومه چندین روز اونجا مرده و اینجا میفهمه چه اتفاقی افتاده. با دیدن یه آدم توی وان فکر میکنه پسرش دنیل، اما همین که نزدیکش میشه میبینه یه نفر با ماسک خوک معروف جیکسا بلند میشه و اونو سری بیهوش میکنه. توی اتاق کنترل اول تایمر بازی پایان میرسه. کارگاه کری به شدت تحسیده که الان چه اتفاقی میفته، اما در کمال آرامش در گاف صندوق کنار تایمر باز میشه و دنیل رو میبینیم که بیهوش اونجا افتاده. دقیقاً همون جمله‌ای که لحظه ورود پلیسا جان کرمر بهشون گفته بود. دنیل یه جای امن و فقط کافیه صبر کنید. توی سرداب اریک بهوش میاد. کنارش دستگاه صوته، ولی این بار صدای کسی دیگه ضبط شده. صدای کی؟ آماندا یانگ. کسی که تنها بازمونده جنایت جیکسا بوده. توی صدای ضبط شده آماندا به اریک میگه تو با پاپوشی که درست کردی زندگیمو نابود کردی. میفهمیم آماندا بعد از بازی اول که زندگیشو تغییر داده با جیکسا همکاریشو شروع کرده و خودش هم توی این بازی جدید بوده تا از دنیل محافظت کنه. لحظه آخر آماندا کنار در سرداب میاد و به کارگاه میگه گیم اوور و درو برای همیشه میبنده تا اون تو ببوسه. سکانس آخر فیلم جیکسا رو میبینیم که خونی مالی توی ماشین نشسته و لبخند رضایت بخشی به دوربین میزنه. فیلم اره خفن ترین فیلم جنایی و ترسناکی است که من به عمرم دیدم. انقدر جان کرمر باهوش خوبه که میشه تا مدت ها راجع بهش صحبت کرد. شاید یه موضوعی در آینده توی کانال بذارم که راجع به شخصیت ترسناک معروف صحبت کنم و قطعا جیکسا اولین نفرمونه. کنار هم دیگه هم میتونیم بررسیشون بکنیم. اگه موافقت با این ایده حتما بهم بگید تا کاراشو شروع کنم. لایک و سابسکرایب بهتون نره. روزتون هم گلسی.